سلام به هموطنان عزیز، من سیامک نهورای هستم و امشب جلسه اول درس هایی که ما از پاراشای هفته یاد میگیریم داریم شروع میکنیم. به امید خدا اگر شما از این استقبال بکنید ما این جلسه رو هر هفته ادامه میدیم. جلسه پاراشای این هفته راجع به میکلس هستش که اگر یادتون باشه این موقعی هستش که جوزف آردی خواب فرعون رو تعبیر کرده بود و چند وقتی از این مدت گذشته بود و 2 سال بود که الان در مصر و جاهای دیگه قحطی شده بود و جیکوب پسراش رو فرستاده بود مصر که برن و بتونن غذا و گندم و اینا از مصر بخرن. وقتی که برادرهای جوزف اومدن به مصر و جوزف رو دیدن، اونا جوزف رو نشناختن ولی جوزف همون موقع همه برادرهاش رو شناخت. و این اولین درسیه که ما از پاراشای این هفته یاد میگیریم. اگر هر کسی دیگه ای بود به خاطر بلایی که سرش اومده بود و به خاطر کاری که برادراش باش کرده بودن، جوزف یا کس دیگه ای به احتمال قوی از دست برادراش خیلی عصبانی بود، ولی وقتی که جوزف برادراش رو دید هیچ گونه عصبانی و غضبی راجع به این برادراش نداشت. تنها چیزی که داشت این بود که چقدر دوستشون داره و چقدر عشق به خانوادهش داره. این درسی که ما از این یاد میگیریم اینه که هر چیزی، هر اشکالی که برای ما پیش میاد یا هر چیزی که ما فکر میکنیم کسی بلایی سر ما بیاره، این به احتمال قوی چیزی هستش که بهترین چیزیه که میتونه برای ما اتفاق بیفته. یعنی خدا وقتی که یه سدی جلوی شما میذاره یا یه کسی رو میفرسته که چیزی رو به شما بگه، این برای خود ما هستش که بتونیم از این سد بگذریم یا بر این مشکل پیروز شویم. وقتی که این کار رو میکنیم به ما به مرحله بعدی زندگی خودمون میتونیم برسیم. و بنابراین این چیزایی که مثلا برادرهای جوزف فروختنش به از طرف برده و در چاه انداختنش، جوزف به اینا نگاه نکرد از اینکه این برادراش این بلاها رو سرش آوردن. به این نگاه کرد که این چیزی بود که خداوند میخواست اتفاق بیفته تا جوزف بتونه به مرحله زندگیش برسه، بعدی زندگیش برسه. و همونطوری که میدونین نفر بعد از فرعون نفر بعدی بود که تمام مصر رو میگردون. بنابراین همیشه باید یادمون باشه که این چیزیه که تمام معلمین، تمام کابالیستا و ربایا میگن که بهترین چیزی که میتونه در زندگیمون اتفاق بیفته وقتی که مشکلی هستش، این از نظر خداوند بهترین چیزیه که برای ما که بتونیم درسی ازش یاد بگیریم یا بتونیم ازش برای این پیروز شویم و بتونیم به مرحله زندگی مرحله بعدی زندگیمون برسیم. دومین چیزی که جوزف در ذهن داشت و عصبانی نشد از دست برادراش این بود که وقتی که جوزف با برادراش بود میرفت پیش پدرش جیکوب و به از طرف برادراش خیلی بد میگفت و میگفت اینا دارن این کار رو میکنن، اون کار رو میکنن. و این بیسیکلی وقتی چیزی که اتفاق افتاد به خاطر اینکه جوزف این کار رو کرد، بعدن میفهمیم که جوزف مجبور شد بره زندان به خاطر کاری که نکرده بود. این درس دومیه که ما از این یاد میگیریم که وقتی که شما تو یک نفر یه جوری یک تاریکی میبینین، این باعث میشه که تاریکی که در بدن خودمون وجود داره شروع بکنه به کار کردن. یعنی اینکه خداوند وقتی هر انسانی رو به وجود میاره همه چیز رو در این انسان میذاره، خوب، بد، روشنی و تاریکی، همه چی در وجود ما هست. ولی خب چیزهایی که مثل تاریکی یا بد بودن، اینا راکت هستن در زندگی ما اثر نمیذارن تا وقتی که ما این بد بودن یا تاریک بودن رو در کسای دیگه ببینیم و به این کانکت بکنیم. و جوزف کاری که کرد این چیزها رو که در برادرش دید، فکر کرد دید در برادرش و به پدرش گفت، این باعث شد که این
تاریکی که در وجود جوزف بود بالا بیاد و شروع دیگه راکت نباشه، و این باعث شد که 12 سال تو زندان باشه تا بتونه از این درس یاد بگیره. و دوباره این چیزی هستش که تقصیر کسی دیگه ای نیست، همه این کارا ما یه کاری میکنیم و در این کار یه سرانجامی داره، و این یه چیزی هستش که در تمام عالم هستش، فقط واسه جوزف نبوده. و ما هم باید از این یه درس یاد بگیریم که وقتی هر کاری که ما میکنیم یه سرانجامی داره، و کسایی که در زندگی ما میان و ما فکر میکنیم که اینها این کار رو دارن به ما میکنن، اینا فقط یک دونه مسنجری هستن از طرف خدا که به ما نشون بدن که چطوری ما باید زندگیمون رو عوض بکنیم یا از چه اشکالی باید بگذاریم که مرحله بعدی زندگیمون برسیم. و حال بهترین راهی که تاریکی رو در وجود خودمون بذاریم راکت بمونه و بالا نیاد، اینه که همیشه هر کیو میبینیم سعی بکنیم که به یه صفت خوب ایشون نگاه بکنیم. یعنی فرقی نداره که چقدر فکر میکنیم که این طرف مثلا بد هستش یا درونش تاریکی هست، ما باید بتونیم به یه صفت خوب ایشون کانکت بکنیم، و اگه نتونیم بکنیم این اشکالی هست که ما داریم. امیدوارم که این چیزایی که گفتم یه مقدار درونتون به شما کانکت کرده باشه و بتونین که از این درسایی که نگه درس من باشه از طرف همین کابالیستا و عالمان و ربایا بتونین به زندگی خودتون یه جلوه دیگه ای بده. به امید دیدار، خدا نگهدار.